اذیتت کنه. چطور این کارو میکنی کنار؟ تو رو خدا نکنی این کارو، تو رو خدا. چی شده؟ ای مامان. دخترم چی شده؟ حالت خوبه ها؟ مامان از امارت میره، تو رو خدا نذار بره. تو از کی داری حرف میزنی؟ دنیز اومد جلومو به هم میگه که برمیگرده به محله خودشون. خوبه دیگه، دنیز از زندگیمون گم میشه و میره. نگو که به خاطر اینه که دنیز داره میره ناراحتی. من چرا به خاطر اون دختر ناراحت شم؟ بره و دیگه بر نگرده. خب پس چه شده؟ مامان کنارم میره، گفت که میخوان برن محله خودشون رو با هم خونه بگیرن. ای بابا آسی، من فکر کردم چیزی شده. بی خودی داری خودتو ناراحت میکنی. ببین این یادت باشه، چنار دو روز نشده برمیگرده امارت. ولی مامان دنیز گفت که خودش این تصمیم با... تو چرا به حرف اون دختره توجه میکنی ها؟ مشخصه یه چیزایی سرهم کرده و گفته، تو دنیای خیال زندگی میکنه. چنار کوجابی تو محله فقرا یه هفته هم دووم نمیاره. دخترم اون بچه تو ناز و نعمت بزرگ شده، بابا فهمی خیلی بهش رسیده، هر چی لازم بود براش فراهم میکردن، تو آمریکا درس خونده. برای همینم تو نگران نباش دخترم، چنار برمیگرده، نمیتونه تحمل کنه، برمیگرده. مامان چطور میتونی انقدر مطمئن باشی؟ یه وقت اگه به زندگی اونجا عادت کنه چی؟ جادوی این امارت فرق میکنه دخترم، وقتی یکی تو همچین جایی زندگی میکنه، جای دیگه ای نمیتونه زندگی کنه. برای همینم نگران نباش. زود باش، اشکای خوشگلتو پاک کن، خودتو جمع جور کن عزیزم. ببین اینطوری بهتره عزیزم. الو نازان، من امروز زود میرم، تموم ملاقاتامو کنسل کن. باشه دخترم. ولی باید کارا رو سریع انجام بدیم. من تو بخش آگهی آشنا دارم، اسمش عزجانه، ازت میخوام بری پیش اون، به شماراشم میدم. باشه؟ فوراً برام پیداش کن. چشم قربان. پرونده یه کدوم شخصو میخوای؟ اورهان آکسوی، یه پرونده شکایت که 20 سال بسته نشده. پس فوراً براتون میارمش. اگه از اون پرونده یه سرنخ پیدا بشه، تو رو نابودت میکنم. فهمی کجا بی؟ الو عشقم، حالا چطوره؟ صدا تو شنیدم بهتر شدم. به اندازه کافی استراحت کردی؟ میخوای با هم دیگه بریم یه جایی؟ یعنی چطور؟ تو کار نمی کنی؟ الان میام باشه؟ تو رو میبرم یه جایی خیلی خوب،
تازه قوانین رابطمون رو نقض نمی‌کنه. یه جایی یکی از چشه بقیه فقط دوره و کسی ما رو نمیتونه ببینه. باشه؟ ولی خب الان من به مامانم اینا چی بگم؟ حتما با خودت میگی که یه رئیس بی‌تعادل دارم. اول مرخصی میده، بعدش هم میگه فوراً خودتو برسون یه جایی. راجع به رئیسم درست حرف بزن. بعدش هم من از اون خیلی خوشم میاد. اونم از تو خیلی خوشش میاد. خیلی خوب، زود باش دیگه. آماده شو که میخوام بیام دنبالت. باشه عشقم، میبینمت. میبینمت. بای بای. سلام، روز بخیر. بروشوراتون تو وبسایت توجهمو به خودش جلب کرد. بله بله، هنوز موجوده نه؟ باشه، تا ساعت چند بازیم؟ باشه، پس من تا یه ساعت دیگه میام پیشتون. باشه، میبینمتون. به امید دیدار. اسم سرکارگر ساخت و ساز هتل ما چی بود؟ آها، اوسا احمد. اوستا احمد سلام، من چنار کجابی هستم. ممنونم اوستا، شما چطورین؟ منم خوبم خدا را شکر. راستش من میدونم که شما با کارهای کوچیک کار نمی کنی و تو کارهای بزرگی، ولی ازت یه خواهشی داشتم. راستش رو بخوای من الان ازدواج کردم و رفتم یه خونه دیگه. ممنون ممنون، مرسی. میخوام داخل خونه رو رنگ کنم. آره آره، خواستم بدونم اکیپ شما میتونه؟ باشه. راستش رو بخواین آبی، آبی روشن، آبی تیره؟ بله اوستا، رنگای مورد علاقه من و همسرم. عالیه، پس من براتون لوکیشن میفرستم و منتظر اکیپتون هستم. باشه، ممنونم اوستا احمد، میبینم اتون. خیلی ممنون اوستا احمد، سلامت باشین، مرسی. عشقم، برات خونه رویاهات میسازم. الو، منم داشتم به تو فکر میکردم. این که میگن دل به دل راه داره همینه. منم دارم میرم محله، سر را بیام دنبالت. نه، من تو خونه چند تا کار دارم. تو برو، من میام اونجا، اونجا همدیگر رو میبینی. منتظرم نذاری. مگه میشه من تو رو منتظر بذارم؟ به خاطر خونه خیلی کنجکاوم چنار. بی صبرانه منتظرم. باشه، پس شب میبینمت. میبینمت عزیزم. میبینمت عشقم. بیا. دنیز خانم، آقا فهمی منتظرتونن. باشه آبجی سوزان، الان میام. یعنی آقا فهمی چی میخواد به هم بگه؟ بگذاریم. ببین چی میگم، اگه تو رو اینجا بکشم هیچ کسی نمیفهمه. سنم، کلکسیون آماده است؟ سنم، سنم، چی شده مرد؟ کلی صدات کردم نمیشنوی. تو چت شده ها؟ ببخشید این اواخر حواسم یه ذره پرته. فهمیدم، اگه خصوصی نیست. ها نه نه، من واسه اتفاقا ناراحتم. یعنی کارای ملتم با اویکو، دختر بیچاره. خب فکرشو بکن. تو از کی تا حالا انقدر برات اویکو مهم شده؟ چرا اینطوری میگی مرد؟ انگار فکر میکنی اویکو دشمن منه. در ضمن هیچ کس لایق همچین بدی نیست، میدونی که. بگذاریم، من دارم میرم. تو هم بهتر پرونده های کلکسیون رو واسه هم ایمیل کنی. آره باشه, باشه. خدافظ. الو مامان،
چرا اینقدر ازم سوال پرسید؟ نکنه به چیزی شک کرده؟ مامان جون میدونم که دو روز فقط به جشن مونده، ولی همه چی بی نقص داره پیش میره، اصلا نگران نباش. خیلی خوب باشه مامان جون، باشه، خدافظ. اوف، بازم این سوزن شکسته. اوف، الان باید یکی دیگه بخرم. آه، دخترم، مگه تو استراحت نمی کردی؟ باید برم سر کار فوری. مامان جون، راجب مراسم یه مشکلی پیش اومده، لیلا خانوم کارو داده به من، الان نمیشه نرم. آره خب عزیزم، وقتی کجا بیا بخوان تو باید بری سر کار، اصلا واسط مهم نیست که تو مریضی یا باید استراحت کنی. مامان جون لطفا عصبانی نشو، زندگی کاری دیگه، بعدش هم توی اون همه شلوغی زودتر اومدن من اشتباه بود. خیلی منو خسته نمی‌کنن، ناراحت نباش. باشه باشه، خودتو خیلی خسته نکن، وقتی هم کارت تموم شد زود بیا خونه، چون میخوام واسه سوپ درست کنم. باشه، میبینمت. دخترم چطوری؟ این اواخر تو رو بی حال میبینم. حق دارین، خیلی ناراحتم که میونه که من و مامانم خراب شده، ولی چنار یه راهی پیدا کرد که همه یه مشکل حل بشه. منم میخواستم با تو راجع به این موضوع صحبت کنم. چنار به من از موضوع اسباب کشی گفت. ببین دخترم، حرفای چنار رو اصلا درست نمیبینم. ولی اون یه خونه خیلی خوب تو محله پیدا کرد. لطفاً چنار... حرفم رو قطع نکن دخترم. دخترم، من چنار رو لای پر قو بزرگ کردم، کاری کردم تو آمریکا بهترین تحصیلاتو داشته باشه، یه وارث خوب برای این خونواده بار آوردم دخترم. ها میفهمم آقا فهمی، ولی نمیفهمی دخترم. اگه میفهمیدی درباره اسباب کشی اصرار نمیکردی. باشه بهت حق میدم، یعنی تو توی جامعه کوچیک و متفاوت بزرگ شدی، با امکانات محدود تحصیل کردی، ممکنه توقعات تو از زندگی متفاوت باشه، ولی چنار اینطوری بزرگ نشده، با ناز و نعمت بزرگ شده. یعنی تو فکر میکنی چنار تو اون محله خوشحال میشه؟ بابا فهمی، ما فقط میخوایم این دلخوریایی که پیش اومده همش از بین بره. میخوایم توی یه خونه جدید یه زندگی جدید بسازیم. دخترم، تو با یه انسان معمولی میتونی یه زندگی جدید بسازی، ولی نمیتونی با چنار کجابی این کارو انجام بدی. ببین این مثل این میمونه که یه ژاکت سایز کوچیکتر از سایز اصلی چنار تنش کنی. تو الان واقعا باور میکنی که چنار به اون زندگی عادت کنه دخترم؟ من که چنار رو مجبور به کاری نکردم، برعکس چنار خودش خواست اسباب کشی کنی. میدونم دخترم، میدونم تو چنار رو مجبور نکردی، میدونم تو چقدر دختر خوب و مغروری هستی، میدونم، ولی تو همینو درک کن که چنار تصمیم نگرفت، داره فداکاری میکنه. خب شما از من میخواین چی کار کنم؟ دخترم، خواستم از تو اینه، شوهرتو بذار جلو تو، تمام واقعیت‌ها رو بگو. دوتامون چنار رو خیلی دوست داریم، دوتامون صلاح چنار رو میخواییم. شما بهتر از همه میدونین که چنار چقدر برام با ارزشه. دخترم، پس کار درست رو انجام بده و چنار رو از این عشق برگردون. تا زمانی که من زندم نمیخوام چنار از این عمارت جدا بشه. فهمیدی دخترم؟ فهمیدم بابا فهمی. باشه، با اجازتون میشه من برم؟ خواهش میکنم. من دیگه نمیتونم دووم بیارم، حتی نمیتونم نفس بکشم. یعنی چی شده؟ بابا فهمی چی بهش گفته؟
تو چی کار کردی؟ با خودم گفتم واسه عشقم یه پیکنیک خوب آماده کنم. خوشت اومد؟ البته که خوشم اومد. خیلی خوب شده. تو اینجا رو از کجا پیدا کردی؟ خب راستش توی اینترنت نوشتم. نوشتم من میخوام با عشقم یه جای خیلی قشنگ تک و تنها باشم. نوشتم جایی که کسی نباشه و هیچ کسی هم از خانواده کجابی نتونه ما رو اونجا ببینه. اونا هم دستشون درد نکنه اینجا رو واسه هم پیشنهاد دادن. نمیخوای بشینی ها؟ اینجا خیلی حالمو خوب کرد. بعد از کابوسی که تجربه کردم واسه اولین بار نفس راحت کشیدم. ولی فقط نفس کشیدن کافی نیست. یکی من بهتره به خودمون برسیم نه؟ نوش جون. موش کوچولو دوباره معشوقشو میبینه. اویکو خانم از آخرین غذات با عشقت لذت ببر. دنیز جون بفرمایین. آهو خانم، وقتی داشتی از اتاق بابا فهمی می اومدی بیرون دیدمت. اصلا خوب به نظر نمی رسی. خیلی نگران شدم. فکر کردم شاید دلت بخواد درد دل کنی. خوبی؟ خیلی مهربونین، ممنون. من خوبم. راستی از این که می خوای بری محله خودتون از آسین شنیدم. تصمیم خیلی درستی گرفتی. خب وقتی به زندگی تو محله عادت داری، خب برات خیلی سخته که تو جایی مثل امارت زندگی کنی. زندگی توی امارت برای من سخت نشده. فقط میخوام نزدیک مامانم باشم. آیه خدا میدونه مادرت چقدر دلش برات تنگ شده. خب بهتره برگردی همونجا. البته چنار روزای اول براش خیلی سخته، ولی حالا که تو رو خیلی دوست داره، اونم دیگه به این زندگی تو محلی شما عادت میکنه. نمیدونم دیگه چقدر تحمل میکنه. بگذاریم، من بیشتر از این وقت تو نمیگیرم. اگه برای جمع و جور کردن نیاز به کمک داشتی به سوزان خبر بده. از الان مبارک باشه. همه چی خیلی خوبه. به خاطر همه اینا ممنونم. در واقع وقتش رسیده این زیرابی رفتن رو ول کنیم و بریم سراغ ملاقاته رمانتیک دیگه. پس قوانین رابطمون چی میشه؟ قوانین رابطمون رو اینطوری محو میکنیم. بهتره برم ماشین رو بگیرم. تو هم اینا رو جمع کن که باید بریم. باشه؟ باشه. ببینم چقدر بهت خوش میگذره عزیزم. مامان جون چرا جواب نمیدی آخه؟ خیلی میخوام باهات حرف بزنم، خیلی. نمیدونم به حرفای کی گوش بدم، کی رو باور کنم مامان جون. آیسل چی کار میکنی تو رو خدا؟ اول کار دوخت و دوز لباسا، الانم نظافت. به خاطر خدا ول کن اینا رو آیسل. ببین همه جا کثیفه، به خدا مریض میشیم جاله. دختر تو اینو بسپار به من.
آیسل جون، زود باش تو برو یکم بخواب، استراحت کن، اینجوری زودترم خوب میشی. راست میگی، یکم خودمو خسته کردم، باید بگیرم بخوابم، واسم خوبه. برو عزیزم، خستم نباشی. ای بابا، الان چه وقت نظافت بود تو رو خدا، الانه که سریالم شروع بشه. بذار اینا رو بذارم اینجا. آها، برم سریالمو ببینم. کلیدا توی کیف اویکو موند. صفحات این پرونده خیلی کمه، ولی متوجهم قربان، یکی قبل ما اقدام کرده، یکی که در حدی قویه که به پرونده های پلیس دسترسی پیدا کرده. فقط یه نفر میتونه این کارو بکنه. اگه دستور بدید من پیدا میکنم که کار کی بوده. تو هر کاری که میتونستی رو انجام دادی، ولی میتونی بری. اگه ربطی به مرگ برادرم داشته باشی دیگه نمیذارم نفس بکشی فهمی کجایی. بگیر. میگم بلم کن. آروم باش، زنگ بزن. های مرت پلیس، بلم کن. میخواستم یه گزارش بدم. بلم کن، زود باش. شد نه؟ آره تموم شد. آدم ربایی و باجگیری، قصد جنایت درجه یک، اینا باعث میشه که پروندهش خیلی سنگین بشه. قراره یه چند سالی بره زندان و دیگه لازم نیست که ازش بترسی. بازم منو نجات دادی. اگه تو نبودی من چی کار میکردم؟ اگه من تو رو نجات ندم پس کیو بدم ها؟ خانومم زود باش دیگه، آماده ای بریم. چنار، میخوام راجع به یه چیزی حرف بزنیم. ای جانم تو را تعریف میکنی دیگه. راستی یه چیزی بگم، امروز خیلی طولانی بود. به کارهای خونه رسیدگی کردم. سیستم گرمایشی عوض میشه، کابینتای آشپزخونه عوض میشه، کمدا، دیوارا همشون رنگ میشن. کاشکی ببینی هر سال یه مدل جدید میاد واسه خونه. دنیز درک نمیکنم آدمو چطور تو خونه‌های قدیمی زندگی میکنن. عزیزم چرا اینقدر بیقراری؟ چنار من خیلی فکر کردم، نمیتونم در حقت بی‌انصافی کنم. دنیز چه بی‌انصافی، از چی حرف میزنی تو؟ کار خونه رو فراموش کن چنار، از این عمارت نمیری. یعنی چشقه، من نمیفهمم چی داری میگی. اسباب کشی نمی کنیم چنار،
من حق اینو ندارم که تو رو از اینجا ببرم. دنیز، ما راجع به این موضوع با هم صحبت کردیم. تصمیم بر این شد که احساس کشی کنیم. الان چی شده که یهوی نظرت عوض شد؟ چون فهمیدم خیلی خودخواهانه رفتار کردم. فقط برای اینکه من نزدیک خانواده‌ام باشم نمیتونم این کارو کنم. یعنی تصمیمت اینه؟ آره، تصمیمم اینه. یعنی نمیخوای از عمارت بریم، درسته؟ من نمیخوام میونه یه بین تو و بابا تو خراب کنم. فهمیدم. باش. چنار، ببین اینجوری بهتره، تازه نظم زندگیتم به هم نمیخوره. دنیز باشه، فهمیدم. مشکلی نیست. من واقعا دنیز، من گفتم مشکلی نیست. من یه کاری دارم که باید حلش کنم. هنوزم باورم نمیشه کابوس تموم شده. خواب نبود نه؟ از ملتم خلاص شدیم دیگه. تموم شد عشقم، تموم شد. درست مثل فیلمای ترسناک. فکر میکنی که قاتل مرده ولی دوباره سر و کلش یه جای دیگه پیدا میشه. دقیقا همونجوری بود. حتی تو این وضعیت هم میتونی شوخی کنی. چی کار کنن دیگه، جاش بود. بعدش هم به عنوان ناجی تو حق اینو که همه جا شوخی کنم دارم دیگه، درسته؟ یه چیزی میگم ناجیه، خوش تیپ من. توی این داستان فقط من برنده شدم. مامانمه. الو مامان؟ مرت کجایی؟ در از تو کجایی مامان جون؟ من توی خانه مودم. کی اومدی؟ خیلی خواب، باشه میام. باشه باشه عشقم، مامانم برگشته. بریم. آره بریم، زود باش. باشو. بیا بابا، میشه صحبت کنیم؟ البته پسرم. بگیر بشین. خیر باشه، مشکلیه؟ بابا من تا امروز اصلا کاری کردم که تو ناراحت بشی؟ این چه سوالیه؟ نه نکردی. بی احترامی داشتم یا اینکه چه میدونم تو حالا حرفتو گوش نکرده باشم؟ نفهمیدم چرا این سوالا رو میپرسی. نه تو هیچ وقت به من بی احترامی نکردی. میپرسم چون میخوام تو رو درک کنم. چرا با من صحبت نکردی و رفتی با دنیز صحبت کردی بابا؟ متوجه شدم. چون فکر کردم برای اینکه تو امارت بمونی باید اول با دنیز حرف بزنم. اینم خواستم که دنیز بهت بگه. بابا دنیز که راضی نشده. دنیز فقط سعی داره خواسته های تو رو انجام بده. برای همین این پیشنهادو قبول کرده. کار درستی میکنه. من میخوام شما کنارم بمونین و به عنوان یه خانواده بزرگ زندگی کنین. این امکان نداره. بابا من نمیخوام با دنیز اینجا بمونم. ما میخوایم خودمون بریم، زندگی خودمون رو تشکیل بدیم. اگه منو دوست داری باید اینو قبول کنی. چنار، من نمیخوام تو از این عمارت بری بیرون. اجازه نمیدم. ببین بابا، من هیچ وقت نخواستم تو رو ناراحت کنم. الانم نمیخوام این کارو بکنم. ولی این بار اینطوری نمیشه بابا. من از این عمارت جدا میشم. چه تو بخوای چه نخوای. حرف آخر من اینه. چنار. چنار. من نمیخواستم اینجوری بشه. زود باش بریم. چنار. دنیز، گفتم بریم. نمیتونیم بریم چنار. اگه بابا فهمی رو اینجوری ناراحت کنیم خوشبخت نمیشی. دنیز، این زندگی ماست. هیچ کس نمیتونه دخالت کنه.
نمیتونیم بریم چنار. من این کارو نمی کنم. دنیز، بهت گفتم زود باش. کجا بریم چنار؟ خونمون دنیز، میریم همون خونهی که آرزوشو داشتیم. خونه ما اینجاست. خوبه؟ پس تو هر کاری میخوای انجام بده. بذار بره یکم تنها بمونه. تو درست تر این کارو کردی. یکم تنها بمونه و اونم درک میکنه. زود باش بیا بریم اتاقم. مامان جون خیلی زود اومدی. فکر میکردم که یکم دیگه هم قراره بمونی. همین که حال مامانم خوب شد برگشتم. مامان بزرگم خوب بود؟ چیزی شده؟ نه عالی بود. پس میگی هممونو میذاره جیبش؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه عمرش طولانی تر از همه ماست. بی خیال مامان جون. خوب باشه کافیه. سلامت باشی. آمادگی برای مراسم در چه حاله؟ مامان جون هر کاری که از دستمون بر بیاد حتی بیشترش هم انجام میدیم. نگران هیچی نباش، همه چی آماده است. خیلی پر ادعا. این همیشه. خب من برای برنامه ریزی به الا زنگ میزنم. آره زنگ بزن، فکر خوبی. خیلی دلم واسه تنگ شده عشقم، بدون تو دووم نمیارم. لطفا همدیگر رو ببینیم عشقم. همینطور به التماس کردن ادامه بده. باید بیشتر از اینا التماس کنی. لیلا چرا به هم زنگ میزنه؟ الو؟ خوبم ممنون، تو چطوری؟ برنامه ریزی کتواک؟ آره میشه، البته وقت دارم. کی برگزار میشه؟ فهمیده. دنیز چی شده؟ دوباره به افق خیره شدی؟ نه خوبم، چیزیم نیست. چند دقیقه پیش چنا رو دیدم موقع رفتن، خیلی عصبی به نظر می رسید. دعوا کردین؟ نه. شما مگه امروز نمی خواستین برین ها؟ در اصل منم واسه اون اومده بودم، فکر کردم شاید به کمک نیاز داشته باشی. چیزه؟ ما فعلا همینجا میمونیم. چرا؟ رفتنت به محله خودتون خیلی خوب میشد. به مادرت هم نزدیک میشدی. خب مامانم نمیخواد نزدیکش باشم. آی بابا این حرفا چیه؟ مادرت الان از دست دستبانیه، ولی میگذره. ببین من مادرم، میدونم عصبی شدن از بچه چجوریه. گاهی آسینم منو دیوونه میکنه، عصبی میشم، ولی خب میگذره. عصبانیت مامانم به این راحتی ها تموم نمیشه، من میشناسمش. عزیزم اگه تو اینجا باشی و اون اونجا، البته که نمیگذره، باید به هم نزدیک باشین. حتی اگه اون بگه برو تو نباید بری. حتی اگه لازم باشه 10 بار یا 100 بارم شده در بزن، نباید بری. میترسم اوضاع از اینی که هست بدتر بشه. آه نه ترس عزیزم، ببین به من گوش بده، برو پیش مادرت. باشه دنیز جون. ممنونم آهو خانم. اینقدر بزرگش نکن، همه چی میگذره. بازم خیلی ازتون ممنونم. نوران، نوران با من قهری؟ آره. اینطوری نکن دیگه عزیز من، اینطوری نکن خانم من. من هر کاری میکنم واسه شما میکنم.
یعنی به خاطر ما با پسر درگیر شدی؟ همینطوره؟ اون یه موضوع بین من و پسرم، تو چی کار داری؟ اگه قرار قهر باشه اون باید قهر بکنه، تو چرا قهر میکنی؟ اون پسر منه، منم مادرم. مادر تو این دفعه بدجور دله، ما رو شکستی، فهمیدی؟ اینطوری نکن خانم من، خودم به اندازه کافی ناراحت هستم. تو یه خونه همینطور میشینیم بدون این که با هم حرف بزنیم، بعدش هم تو که نمیتونی بدون حرف زدن صبر کنی. الان داری خودخوری میکنی که کاش صحبت کنیم و تکین یکم با من حرف بزنه، همه اتفاقاتو تعریف کنه. باشه، چی شده؟ دقیقا همینه. بس کن تکین. آشتی کردیم. باشه آشتی کردیم، چی شده؟ تعریف کن. گفتم که ناراحتم. فکر میکنم که تو جنایت کشته شدن داداشم فهمی دست داشته نوران. چی داری میگی تو؟ متاسفم آهو، اصلا ازت چنین انتظاری نداشتم. کاری کردی ازت ناامید بشم. ولی بابا ما فقط داشتیم صحبت میکردیم، شما بعد برداشت کردیم. خیلی هم خوب برداشت کردم. آهو، من دنیزو به تو امانت دادم، گفتم براش مادری کن. تو چی کار میکنی؟ دنیزو میذاری جلو تو، شستشوی مغزیش میدی؟ تو از مادری اینو بلدی؟ آره؟ اگه دختر بیچاره تحت تأثیر حرفات قرار بگیره اون وقت چی کار کنیم؟ اگه چنار رو ترک کنه چی میشه؟ چی کار کنیم؟ ولی چنار رو ول نمی کنه که، چرا بره؟ من فقط چون واسه آیسل ناراحت بودم اینطوری بهش گفتم. ناراحت نباش آهو، از این به بعد تو موضوعاتی که در حد تونی صحبت نکن، ذهن دنیزو به هم نریز، فهمیدی؟ همش تقصیر توی آیسل، دست دخترتو نگرفتی ببری برام درد سر شدی. منم حساب اینو از شماها پس میگیرم. آیسل، برای اینکه لوبیای خوب پیدا کنم از این سر بازار تا اون سرشو گشتم به خدا، ولی بالاخره پیدا کردم. برای شب خورشت لوبیا درست میکنم. بذار منم بهت کمک کنم. نه آیسل جون، تو خودتو خسته نکن. حوصله‌ام سر رفته جاله، تا کی باید بخوابم؟ باشه، هر جور راحتی. آیسل، داداشم دیشب پرسید اون پول از کجا جورش کردی؟ تو بهش چی گفتی؟ خب چی بگم؟ گفتم از مشتریش گرفتم. کار خوبی کردی. آیسل جون ببین، اگه داداشم یه وقت این موضوع رو بفهمه که تو با آهو با هم خواهرین، ببین من هشدار بدم بهت. جاله، راجع به این موضوع حرف نزن، نگو ما با هم خواهریم، حتی فراموشش کن. چه بدونم، همین جوری گفتم بابا. نگو، لازم نیست. اون شوکتم اگه جرأت داره بیاد از خودم بپرسه که پولو از کجا پیدا کردم، بعد از اینکه هرچی داشتیم سر میز قمار خورده، نمیتونه اینو بپرسه. تو رو خدا اینقدر عصبانی نشو. آیسل یه سوال پرسیدم دوباره به هم ریختی. کاش که لال میشدم و هیچی نمیگفتم. فکر میکنی من چرا انقدر از دست سردار عصبانی میشم؟ دقیقا زمانی که باید از همیشه بیشتر نزدیک فهمی باشم، قرارداد کاریمونو فسخ کرد. درست میگی، یعنی وقتی انقدر نزدیک شده بودی چطور همچین کاری کرد؟ خیلی بد شد. دقیقا همینطوره. باید تو به آهو از هر زمانی نزدیک باشی نوران، از همیشه نزدیکتر. تو نگران نباش، من خوب میفهمم که توی اون خونه چه خبرایی تکین. کار فهمی و کار چنار همش با من، خودم حلش میکنم. بله دقیقا خانمم، هر چقدر میتونی نزدیکش باش، حتی گاهی برو تو عمارتش. درست میگی، تون تون باید به عمارت سر بزنم، یعنی هر اتفاقی اونجا بیفته باید بفهمیم. میدونی که این اواخر آهو خیلی به هم نزدیکه، از وقتی موضوع ازگر و آسین به هم خورده، شایدم خجالت میکشه، نمیدونه. شاید. خوبه خوبه، همینطوری ادامه بده.